بازتاب بحران‌های اجتماعی در مجلس ارتجاع. گره خوردن بحران‌های نظام به یکدیگر چنان کلاف سردرگمی در نظام ایجاد کرده که نهادهای مختلف حاکمیت تنها کاری که از دستشان برمی‌آید در بردن خود و متهم کردن دیگری است. در جلسه مجلس ارتجاع در روز اول آبان، محل بازتاب برخی از بحران‌های گریبانگر رژیم به طور خاص در عرصه اجتماعی اقتصادی بود. درست در شرایطی که ظریف در جلسه غیرعلنی مجلس ضمن اینکه هیچ تضمینی برای حل مشکلات اقتصادی نداد گفت تنها امکان احتمالی حل مشکلات اقتصادی اجتماعی تصویب FATF است. موجی از این بحران‌ها در بیان اعضای مجلس آخوندی و رسانه‌های حکومتی تنها نمودی از بحران بی‌راه حلی نظام شد. گرانی سرسام‌آور و تأثیر آن بر شرایط انفجاری جامعه و خشم مردم از وعده‌های پوشالی رژیم موضوع اظهارات برخی از اعضای مجلس ارتجاع بود. محمد رضا صباغیان، مجلس ارتجاع اول آبان. واقعا مردم مشکل دارن. بعضی از اجناس تا 4 برابر 5 برابر افزایش یافته. واقعا تحملش طاقت فرسا شده. حالا من نمی‌دونم مسئولین و ما کمتر لمس می‌کنیم. ولی واقعا برای مردم کمر شکن شده. دولت هم فقط میگه بسته حمایتی. این واقعا بسته حمایتی هم تبدیل به جوک شده برای مردم. واقعا کی میخواد به این مشکل رسیدگی؟ چند ماه داره مردم تحت فشارن، اذیت میشن. علی محمد شاعری، عضو دیگر مجلس، به کلاف سردرگم بروکراسی آخوندزدی رژیم اذعان کرد و گفت برای حل مشکلات کشاورزان با وزیر کشاورزی صحبت میکنیم. میاندازد گردن شورای اقتصاد یا وزارت صنعت. آنها هم میگویند فلانی وزیر است، نه ما. نادر قاضی‌پور، عضو دیگر مجلس ارتجاع، در دعوای باندی گوشه ای از فساد نهادینه بین مجلس ارتجاع و دولت را رو کرد و گفت وزیر بهداشت پول دارد، نمیگذارد سوالات را در صحن مجلس مطرح کنند. ما در مورد مواد غذایی 1 سال از سوال داده ایم. کمیسیون سوال را نگذاشته، در حالی که طبق قانون کمیسیون 15 روز وقت دارد. منصور مرادی، عضو دیگر مجلس ارتجاع، از مریوان اذعان کرد فرمان کشتن کولبران توسط روحانی و وزیر کشورش صادر شده است. وی نسبت به پیامد این جنایت به نظام هشدار داد و گفت به رئیس جمهور محترم و وزیر کشور از همین تریبون تذکر می‌دهم که دستور توقف کشتن کولبران را هرچه سریع‌تر اعلام کنید. در چنین شرایط اقتصادی و با وجود بیکاری در مناطق کردنشین، تداوم کشتار کولبران محروم و مظلوم با هیچ معیار و موازین انسانی و اسلامی قابل توجیه نیست و موجب تعمیق شکاف بین ملت و نظام است. این عضو مجلس بدون اسپردن از سپاه که عامل با آتش کشیدن جنگل‌های زاگرس است، میزان و تعداد آتش‌سوزی‌های عمدی در جنگل‌های زاگرس را نشان دیگری از اعمال خشونت علیه کولبران دانست. آنچه که این عضو مجلس ارتجاع تعمیق شکاف بین ملت و نظام نامید را جواد کاظم نسب، عضو دیگر مجلس آخوندی، صریح‌تر بیان کرد و با بیان دجالگرانه و سوز و گداز از جذب جوانان به قطب انقلاب سوز و گداز کرد و گفت حوزه انتخابیه و استان و مردم من از سالش ها و مصائبی رنج میبرند که در صورت بی‌توجهی و عدم رفع اونها میتوان زمین ساز سوء استفاده دشمنان اقفال و سربازگیری از جوانان گردد. این هشدارها در شرایطی است که روزنامه حکومتی ایران، ارگان دولت روحانی، اذعان کرد روند تحولات شاخص‌های اقتصادی بیانگر تشدید مشکلات کشور و وارد شدن اقتصاد به وضعیت پرخطر و نااطمینان است، ولی در میان تصمیم سازان کشور نیز تفاهمی برای تغییر این وضعیت نامطلوب شکل نمی‌گیرد. افزایش تنش‌های داخلی در شرایط تداوم فشارهای بین‌المللی امید به آینده را کمرنگ کرده است.